درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با تحلیل مارکت کریپتو و با هم دیگه ارز بیت کوین، اتریوم، دامیننس تتر و شاخص توتال رو بررسی کنیم و ببینیم که شرایطشون در حال حاضر در کوتاه مدت به چه صورته و میتونیم چه سناریوهایی برای قیمت در نظر بگیریم. با بیت کوین در تایم 4 ساعته شروع میکنیم. در تایم 4 ساعته میبینیم که قیمت مجددا به این سطح مقاومتی خودش که میشه محدوده حدودا 27400 رسیده و قیمت یک بار از این محدوده یک روند نزولی کوتاه مدت داشته و مجددا وارد یک روند صعودی شده و میبینیم که به این سطح مقاومتی ما رسیده و میتونیم همچنان منتظر این باشیم که قیمت در تایم 5 و یا 15 دقیقه به ما شکست ساختار بده و در صورتی که تریگر مناسبی از قیمت تو این سطح مقاومتی ببینیم میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت مجددا به روند نزولی خودش ادامه بده، ولی در صورتی که قیمت این سطح مقاومتی رو بشکنه و تریگر مناسبی هم به ما نده میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت تا سطح مقاومتی 28200 رشد داشته باشه و تو این محدوده باید منتظر دیدن تریگر نزولی باشیم. و در صورتی قیمت حتی این سطح مقاومتی رو هم بشکنه، مهمترین مقاومتی که برای قیمت در حال حاضر میتونیم داشته باشیم سطح مقاومتی 29500 و باید منتظر این باشیم که در محدودهای مقاومتی مشخص شده قیمت به ما تریگر و نقطه ورود مناسب بده برای گرفتن پوزیشن سل. و با توجه به اینکه قیمت سطوح مقاومتی مناسبی داره باید منتظر این باشیم که به ما نقطه ورود مناسب بده و میتونیم انتظار ریزش رو از محدودهای مقاومتی داشته باشیم. بیت کوین در تایم روزانه هم میبینیم که همچنان پایین تر از این محدوده مقاومتی 28200 خودش قرار داره و همچنان میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت از این سطح مقاومتی بسیار مهم و سنگین خودش وارد لیگ نزولی بشه و با توجه به اینکه قیمت نقدینگی زیادی هم داره باید این محدوده نقدینگی رو جمع کنه و بعدش وارد یک روند صعودی مناسب بشه و در حال حاضر میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت از این سطح مقاومتی سنگین در تایم روزانه وارد اصلاح و ریزش نزولی بشه و به این ریزش خودش همچنان قیمت ادامه بده. اتریوم هم در تایم 4 ساعته همونطور که در تحلیل قبلی هم مشخص کرده بودیم قیمت به این سطح نقدینگی خودش رسیده که میشه محدوده 1690 دلار و میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت از این سطوح نقدینگی و مقاومتی 1735 دلار در صورتی که به ما نقطه ورود و تریگر مناسبی برای ورود بده میتونیم انتظار ریزش قیمت رو از این سطوح داشته باشیم و هدف قیمت همچنان سطح 1470 دلاره. و در حال حاضر در تایم 5 و 15 دقیقه باید منتظر این باشیم که قیمت به ما نقطه ورود و تریگر مناسبی برای گرفتن پوزیشن سل بده و در صورتی که بتونیم از قیمت در این دو محدوده مقاومتی تریگر بگیریم میتونیم وارد پوزیشن سل بشیم و انتظار ریزش قیمت رو در کوتاه مدت داشته باشیم. در صورتی که قیمت این سطح مقاومتی رو از دست بده میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت حتی تا سطح مقاومتی بعدی خودش که میشه محدوده 1850 دلار رشد داشته باشه. پس سناریو اولمون برای ارز اتریوم اینه که از محدوده نقدینگی و یا مقاومتی قیمت وارد روند نزولی بشه و همچنان به این ریزش خودش قیمت ادامه بده. پس دیدگاهمون برای ارز اتریوم هم همچنان نزولیه. دامیننس تتر هم میبینیم که این سطح حمایتی خودش رو که حمایت داینامیک برای قیمت محسوب میشه رو شکسته و با توجه به اینکه قیمت توی این ناحیه نقدینگی داره میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت یک لگ ریزشی داشته باشه و از این محدوده حمایتی خودش میتونیم انتظار برگشت قیمت رو داشته باشیم و دامیننس تتر میتونه از این محدوده حمایتی وارد یک لگ صعودی مجدد بشه و دامیننس تتر دو سطح حمایتی داره که میتونیم انتظار داشته باشیم که در تایم 4 ساعته از این دو محدوده حمایتی وارد لگ صعودی بشه و در نتیجه میتونیم انتظار داشته باشیم که مارکت کریپتو وارد لگ ریزشی مجدد بشه. شاخص توتال هم میبینیم که در تایم 4 ساعته فعلا در محدوده مقاومتی خودش قرار داره و میتونیم انتظار ریزش قیمت رو از این محدوده مقاومتی داشته باشیم. و در صورتی که قیمت
این سطح رو از دست بده، میتونیم انتظار رشد قیمت رو تا محدوده مقاومتی بعدی خودش داشته باشیم و از این ناحیه میتونیم مجددا انتظار ریزش بیشتر قیمت رو داشته باشیم که میشه مساوی با ریزش بیت کوین، اتریوم و کلا مارکت کریپتو. پس نتیجه میگیریم که شرایط بازار همچنان ریزشیه و این اصلاح صعودی که داشته صرفا برای جمع کردن نقدینگی بوده و در محدودهای مقاومتی همچنان میتونیم انتظار ریزش قیمت رو داشته باشیم. خب این بوده از تحلیل مارکت کریپتو. با همدیگه بیت کوین، اتریوم، دامیناس تتر و شاخص توتال رو بررسی کردیم. لطفا با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از من حمایت کنید. پرسود باشین دوستان و خداحافظ شما.